طالبان با مرزبانان ایرانی دست به ماشا شدند. وقوع دو انفجار در شفاخانه نظامی در کابل تلفات زیادی را در پی داشت. شماری از نظامیان نخبه و تعلیم دیده پیشین به داعش پیوستند. سلام، به کانال یوتیوب افغانستان اینترنت تیوی خوش آمدید. منابع با آماج میگویند که پس از توهین یک راننده افغان از سوی مرزبانان ایرانی در مرز نیمروز، خشم طالبان برانگیخته شد و تا مرز رویاروی نظامی رسید. طالبان 300 متر پیشروی کرده و تا نزدیکی پرچم ایران رسیده و خواستار پوزش خواهی شدند. این تنش میان نیروها بدون شلیک گلوله به پایان رسیده است. وقوع دو انفجار در شفاخانه نظامی در کابل تلفات زیادی را در پی داشت. بنا به گزارش‌ها در نتیجه دو انفجار و سپس درگیری میان افراد مسلح در محوطه شفاخانه نظامی سردار محمد داوودخان در کابل، شماری از افراد کشته و زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه هم از کشته شدن دست کم 19 نفر و زخمی شدن 50 نفر خبر داده است. شفاخانه ایمرجنسی کابل از منتقل شدن دست کم 9 زخمی از این رویداد به این شفاخانه خبر داد. تا کنون مسئولیت این رویداد را گروهی به عهده نگرفته است، اما خبرگزاری دولتی باختر در افغانستان به نقل از شاهدان گفته که شماری از افراد داعش پس از انفجار وارد این شفاخانه شده و با افراد طالبان به درگیری پرداختند. تصاویری از داخل شفاخانه سردار محمد داوودخان منتشر شده که حضور افراد مسلح در این بیمارستان را نشان می‌دهد. آریانا نیوز گزارش کرده است که اولین انفجار در نزدیک این شفاخانه رخ داد و انفجار دومی در نزدیک محوطه بیمارستان رخ داده است. شفاخانه نظامی 400 بستر سردار محمد داوودخان قبلا نیز هدف حملات قرار گرفته است. در سال 2017 شماری از مهاجمان در لباس کارمندان صحی وارد این شفاخانه شده و بیش از 30 نفر را کشتند و حدود 50 نفر هم در آن رویداد زخمی شدند که مسئولیت آن حمله را داعش بر عهده گرفت. در بیشتر از 2 ماهی که گروه طالبان قدرت را در کابل به دست گرفته است، این چندمین حمله خونین است که در این کشور رخ می دهد. دو بچه تان؟ یا یکی؟ نه، یک سیاسر ماست، یک بچه ماست. باز اینجا آوردین؟ همیجا، ما گفت کرده بودم، دنبولان کلا کرده اینجا. شماری از نظامیان نخبه و تعلیم دیده پیشین به داعش پیوستند. گزارش شده است که شماری از نظامیان پیشین ارتش افغانستان به گروه داعش پیوستند. والستریت جورنال روز یکشنبه 9 عقرب گزارش داده است که در پی تحولات سیاسی و فروپاشی نظام در افغانستان، شماری از منصوبان نظامی و استخباراتی پیشین ارتش افغانستان به گروه داعش در این کشور پیوستند. این رسانه گزارش داده است که گروه شاخه خراسان داعش اعضای نیروهای امنیت سابق افغانستان را که با مشکلات اقتصادی روبرو بودند به گروه خود جذب می کنند. در همین حال سربازان و منصوبان نظامی و استخباراتی دولت پیشین افغانستان در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و تاکتیک‌های جنگی این گروه را تقویت می کنند. به گفته این رسانه آمریکایی، یک افسر ارتش ملی افغانستان که فرمانده انبار تسلیحات و مهمات ارتش در شهر گردریز مرکز ولایت پکتیا را بر عهده داشته است، اکنون به شاخه خراسان داعش پیوسته و هفته پیش در درگیری با طالبان کشته شده است. با این وضع حکومت سرپرست طالبان گفتند که داعش در افغانستان تهدید جدی نیست و در این کشور قدرت و پایگاه نظامی ندارد. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان در افغانستان، داعش دست کم 3 حمله بر غیر نظامیان در کابل، کندوز و قندهار انجام داده است که در نتیجه حدود 200 نفر کشته و نزدیک به 300 نفر دیگر زخمی شدند که قربانیان عمدتاً شیعیان بودند.